در هر کجا که هستید به شما عزیزان سلام میگویم، به شما که به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم. در این شماره از تفسیر خبر نیز میپردازیم به بررسی آخرین و مهمترین خبرها و رویدادهای ایران و نیز خبرها و رویدادهایی که در منطقه و در عرصه بین المللی مربوط به ایران و مردم ایران می شود. در آستانه روی کار آمدن دولت آقای حسن روحانی، برنامه دولت جدید در جمهوری اسلامی برای حل مشکلات و مسائل ایران در عرصه داخلی به ویژه اقتصادی چیست؟ در عرصه منطقی و بین المللی آقای روحانی چه طرح و برنامه‌ای برای حل مشکلات ایران و بیرون آوردن ایران از انزوا دارد؟ آیا قدرت اجرایی دولت آقای روحانی وسیع تر از دولت‌های پیشین خواهد بود یا همچنان آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران رهبری سیاست‌های عمده را در عرصه داخلی و بین المللی مربوط به ایران عهده‌دار خواهد؟ با من و شما هستند میهمانان جمعه شب‌های تفسیر خبر. در استودیو آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده و در واشنگتن آقای دکتر محسن سازگار. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خوش اومد. درود بر شما جناب چالنگی عزیزم، درود به دکتر سازگارا و همه بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا هر کجا که هستند، به ویژه در خانه پدری. اجازه بدید من اول برنامه رو که قاعدتا دلم میخواد پیام تسلیتی به جامعه هنرمندان ایران بدم، دوست من و شما و هنرمند ارزنده محمود استاد محمد سرانجام رفت، محمودی که ما از شهر قصه و قبل از آن و کارگاه نمایش باهاش بودیم و چه شب و روزهایی داشتیم و اما دوستاد محمد خیلی خیلی تلخ بود، خیلی پایان تلخ و دردناکی داشت. متاسفانه در تویدستی و همینطور در نیازهای بسیار مشکلات داشت، مثل بسیار دیگه از هنرمندان ما، مثل آقای ترابی که امیدواریم سلامتیشو باز یابه و بقیه. حیف بود، محمود سنی نداشت، 1329 بود. بله. با کارهای ارزنده ای که از او در تاریخ تئاتر ایران بدون قد خواهد ماند. یاد او همیشه با ما نسل‌های آینده دوستدار هنر و تئاتر ایران خواهد بود. و ما آقای نوری‌زاده، در یه همچین شرایطی که ایران هست، چشم‌انداز برنامه دولت آینده ایران رو، جمهوری اسلامی رو چطور می‌بینید؟ دولت آقای روحانی رو. ببینید آقای چالنگی، من حرفای آقای روحانی رو دنبال کردم، حرفای حاشیه‌ای چه از جانب طرفداران و وابستگانشون، چه از جانب مخالفانشون، چه از جانب امثال حسین شریعت مداری و رجانیوز و این تیپایی که میخوان آقای روحانی رو مصادره کنن، یعنی به یه معنایی دارن بهش میگن تو از اونا نیستی، مواظب باش، از اونا آدم نیار، تو با مایی. آقای روحانی خیلی مشکل داره. ببینید، مشکل اساسی آقای روحانی اینه که به نظر من قبل از مراسم تحلیف در 3 آگوست ایشون باید اینو مشخص بکنه که روابط آقای روحانی با آقای خامنه‌ای چگونه خواهد بود. ببینید، کابینه که آقای روحانی میخواد تشکیل بده همین الان با 5 تا اگر و امای آقای خامنه‌ای روبروست. اینو نمیخوام، این نباشه، این تحفظ دارم. چی کار میخواد بکنه؟ آقای احمدی نژاد دولتی به جا گذاشته 500 میلیون تومان بدهکار به بانکا، دولت ورشکسته.
باندهای مافیایی فساد چنگ انداختن بر همه ارکان قدرت، همه ارکان اقتصاد. ایشون چجوری میخواد با اینا مبارزه بکنه در حالی که رؤوس بعضی از این باندها در میان حاشیه ایشون دیده میشه؟ ایشون چگونه میخواد با آقای ترکان، آقای نهاوندیان و امثالهم که به عنوان رؤسای باندهای مافیایی ازشون یاد میشه میخواد کشور رو نجات بده؟ چه طرح و برنامه ایشون در درجه اول برای بیرون آوردن ایران از این انزوا و بدبختی داره؟ این مجازات ها، آیا آقای خامنه ای اجازه داده که ایشون بره مسئله اتمی رو حل کنه؟ اینا به نظر من سوالاتی است که قبل از اینکه پاسخ بهش داده بشه واقعا نمیتونیم برنامه‌های آقای روحانی، مثل هر دولت دیگه ایشون میاد یه عده وعده میده. آقای احمدی نژاد گفت من سالی 2 میلیون شغل تولید میکنم، 35,000 شغل درست کرد. میخوام بهتون بگم آقای روحانی با وعده نیست. این بار کشور در شرایط حساسی خطرناکه، خطر وجود داره که ایرانو تهدید میکنه و خطر از خم پاشیدگی اون انسجام ملی اونم داره از به خطر میفته. به چه معنی انسجام؟ به این معنی که شما ببینید وقتی که گوشه و کنار ایران داریم سر و صدا میشنویم، گوشه و کنار ایران صحبت از ظلم مضاعفه. آقای روحانی آیا اومده در کابینش یه وزیر سنی بیاره؟ گفتن وزیر ورزش پیشنهادی ایشون متولد سنندجه، کرد و سنی هم متولد سنندج، باباش اداری بود اونجا به دنیا آمده. اینو نمیشه به کردها داد به عنوان اینکه ما داریم به شما امتیاز میدیم. یعنی میخوام بگم آقای روحانی باید اول به وحدت ملی فکر کنه، واقعا به وحدت ملی فکر کنه و یک پاشگی ایران و یک پاشگی ایران. خطرناکه در دولت قبلی بخش عمده ای از سهم ایران از دریای مازندران رفت، تجزیه خاک ایرانی. ایشون باید جواب بده که این وحدت ملی و انسجام حفظ بشه. به اتفاق آقای نوری‌زاده به شما آقای سازگارا در واشنگتن سلام و خوش آمد میگیم. من هم عرض سلام و ارادت دارم آقای چالنگی خدمت شما، آقای دکتر نوری‌زاده عزیز و همه بینندگان گرامیتون. آقای سازگارا شما مشکلات و مسائلی رو که در برابر دولت آقای روحانی میبینید چطور ارزیابی میکنید و قد و قواره این دولت در حال تشکیل رو؟ به اضافه اینکه آیا همونطور که آقای نوری‌زاده اشاره کرد کلید، یکی از کلیدهای راهگشا تعیین رابطه ایشون هست با آقای خامنه ای؟ مطمئنن بزرگترین چالش پیش روی آقای روحانی شخص آقای خامنه ایه و اعوان و انصارش. اجازه بدید من تعبیر رو که آقای دکتر حاتم قادری تو مصاحبه با روزنامه شرق به کار برده بود و من پسندیدم رو به کار برم، ایشون گفته بود این خرداد، خرداد 2 خرداد 76 نبود، این یک خرداد خسته بود. خسته به این معنی که نوع مدیریت آقای خامنه‌ای و ساختاری که نظام جمهوری اسلامی داره به گونه ایست آقای چالنگی که هم اقشار مختلف مردم رو از حضور در صحنه سیاسی جلوگیری میکنه، اجازه نمیده با نشاط و سلامت مردم هم در عرصه های اقتصادی هم در عرصه های سیاسی با آزادی کار کنن، رقابت کنن، کارآفرینی کنن و هم در داخل خود حکومت هم جناح‌های حکومتی روابطشون تعریف نشده است و یک جور کشمکش دائم دارن. در نتیجه یک نوع فرسودگی و خستگی هم برای مردم پیدا شده هم برای خود دستگاه حکومتی و این اعتدال که آقای روحانی شعارش بوده بیشتر داره تبدیل میشه به یه جور مصلحت گرایی که حالا یه جوری ریش رو بخیه سیبیل بکنیم، یه جوری صدای این در نیاد اون در نیاد و مسئله رو حل بکنیم. ببینید توی این ماجرا، تو این فضا که اتفاق افتاده و یک نوع فرسودگی برای همه ارکان جامعه، همه ارکان حکومت پیش اومده به اضافه میراث مندرسی که آقای احمدی نژاد برای
به خصوص اقتصاد کشور به جا گذاشته، توی این فضا اومد شما یک ولایت فقیه هم داری، یک آقای خامنه ای هم دارید که هم دنیا رو وارونه میبینه، هم دوباره هفته پیشیشون صحبت کرده از این که یک سر سوزن نمیدونم اگر عقب برید خسارت به کشور میخوره. اصلا درک ایشون در واقع همون درک جلیلی از دنیا، جلیلی حرف آقای خامنه ای رو لخت و اور تو این انتخابات میزد، و هم اینکه آقای خامنه ای براش منافع ملی مهم نیست، سیطره خودش مهمتره، و این عقب نشینی تاکتیکی هم که کرده یه تقلب فقط نکرده تو این انتخابات. الان میبینید با ابزارهایی که داره، آدمهایی که باهاش هستن، قدرتی که بیش از 80% دست او هست، شروع کرده به تفتیم کردن و عرض شود که فتنه انگیزی. آقای صادق لاریجانی از یک طرف بد و بیراه میگه به فعالین جنبش سبز، مجلس خط و نشون میکشه برای اینکه این وزیرها باید با فتنه با جنبش سبز نباشن، به قول اونا میگن فتنه با، و فضای این گونه از و کارهایی که هست به قدر کافی آقای خامنه ای چوب داره که لای چرخ دولت بگذاره که شروع کرده. بنابراین کاملا با شما موافقم، یعنی مهمترین چالش پیش روی آقای روحانی شخص آقای خامنه ای است که همین زود هنگام در واقع فتنه انگیزی و چوب لای چرخ گذاشتن رو شروع کرده ایشون. خب آقای نوزاد، ببینید صحبت کردید راجب کارهای آقای روحانی، یکی از اتفاقات که داره میفته، چهار شهروند عرب ایرانی، شما ابراز نگرانی کردید، بسیار دیگه این نگرانی دارن، محکوم شدن به اعدام. اگر اینها واقعا اقدامات علیه منافع و مصالح ملی ایران کردن، خب بیان دادگاه علنی تشکیل بدن. آیا این اقدامات همین الان آقای روحانی اولین قدمش، ما نمیگیم، ما نمیدونیم چی هست، واقعیت چی هست، چرا نمیان اعلام کنن برای حفظ این همبستگی ملی، این بچهای خوزستان، شهروندان عرب تبار ایرانی بیان علنی محاکمه بشن؟ بله آقای روحانی، آقای روحانی به قول معروف هنوز دارن اسب رو برای زین میکنن، سوار اسب نشده، ولی در این حال طبیعتا هرچه زمینه ها سیاه‌تر برای آقای روحانی باشه، بخت او حتی برای اندکی توفیق داشتن کمتر میشه. یادتون هست آقای خاتمی که اومد بعد از یه مرحله شادمانی مردم و جوونا و غیره، خب حوادث کوی دانشگاه رخ داد، بعد قتل عام مطبوعات، بعد قتل‌های زنجیره‌ای، یعنی همینجوری پیاپی برای خاتمی چالش ایجاد کردن، بی آبروش بکنن، ناراحتش بکنن، هر بار سفر به خارج رفت دستگیری ها زیادتر شد، روزنامه رو بستن، و این نشان، و خاتمی هم کاری نمیتونست بکنه. آقای روحانی به قول معروف نشان از دو کس دارد این نیک پی. ایشون از یه طرف، من در الموجز نوشتم حسن ذوالیمینین، گفتم مثل طاهر ذوالیمینین وقتی رفت با امام رضا بیعت کنه دست چپشو برد جلو، امام رضا گفت چرا دست چپت؟ گفت برای اینکه دست راستم در بیعت مأمونه، و گفت حقا که تو صاحب دو دست راستی، شد طاهر ذوالیمینین. حالا حسن ذوالیمینین ایشون یه دستش در بیعت آقای خامنه ایه، 24 سالم نمایندش بوده در شورای امنیت ملی و غیره، یه دستش هم در بیعت رفسنجانیه. حالا با توجه به برنامه هایی که در تدارکن برای بی آبرو کردن رفسنجانی، و خب ببینید تحمل نمی کنه 4 سال به رفسنجانی بد و بیراه گفتن، حالا ایشون میاد در تلویزیون میگه حضرت آیت الله رفسنجانی مدیونشم فلانم جناب آقای حجت الاسلام خاتمی، اینا غیر قابل تحمله براشون، میگه اینا مافیایی که الان در ایران حاکمه، میگه به همین راحتی میره کنار. اینه که اینا شروع کردن آدم ربایی در دبی، عباس یزدان پناه یزدی معروف به یزدانی، آدم ربایی در گرجستان، در قبرس آقای عزیزی، و دونه دونه اینجاها این شروع شد. از طرف این اعدام ها، یعنی صدور احکام اعدام، بدنام کردن، وچه رو تخریب کردن که بعد طرف نوکر خودشون بشه، دستش باشه. در تمام دوران خاتمی شما یادتونه وزارت اطلاعات اول که خب اون قربان علی دوری نجف آبادی رو آوردن که
مقام معظم رهبری ادارش میکرد. سپاه اومد وسط میدون. الان سپاه در همه جا هست، از درمونی بیت تا بقیه جاها، تا هواپیمایی کشوری. خب روحانی با اینا نمیتونه. ببین آقای چالنگی، من همیشه یه حرفی رو راجع به روحانی میزنم. روحانی قیافش معتدله، رفتارش آخوند خوشتیپ، مثل اون دکتر مقصودی و اینا اون زمان ما که دوستان با آقای کسیلا و بچه ها، بله بله، با دوستان ما بودن. اونا هم آخوند شیکا، آقای مستجابی با اون عمامه آنکادره، ایشون هم آخوند شیکه. خب اگر قبل از انقلاب بود مجالس ایشون 1000 تومن میگرفت منبر میرم. ولی این آقا در برابر این تشکیلات عظیم 160 گروه مافیایی در ایران، ایشون میخواد چیکار بکنه؟ خودشون نیستن جزء هیچ کدوم از این 160 گروه، یا با آقای رفسنجانی؟ ایشون با آقای رفسنجانی نزدیک بوده، ولی روحانی فعلا در چیزای اقتصادی حداقل در اون حدی که من تحقیق کردم و دارم فاش میکنم نیست. ولی میخوام بگم آقای چالنگی، روحانی یه راه داره. روحانی از اول باید با مردم صادق باشه. از ابتدا باید از همون نطق اولی که بعد از مراسم تحلیف ایشون باید صادق، همین الان تو مراسم تحلیف گفتن خاتمی رو راه ندی. ایشون حداقل اینه که باید بیسته بگه نه خاتمی بیاد، موسوی و کروبی هم باید بیان. از خودش یه جربوزه نشون بده، والا کلاش پس معرکه است. امامش و به اعتقاد، البته دیدی در فیلم برنامه فارغ التحصیلی کلا رو یه لحظه سرش گذاشتن، یه 2 ثانیه رئیس دانشگاه، دین دانشگاه کلا برای دانشگاه. میدونی ایشون شاگرد دکتر حسن امین دوست ما بود، این دکتر امین بود که استاد راهنماش بود. و این آقا تکلیفش رو باید با مردم روشن کنه. آقای روحانی باید بیاد به مردم بگه فاسد، کشور آلوده، 160 باند مافیایی قدرت مدارن، من اگه بتونم سایه چند تاشون از سرتون کم بکنم. ولی مهمتر از همه اینه که در عرصه سیاست خارجی تکلیفش رو روشن کنه، حسابش رو از احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای جدا کنه، مسئله اتمی رو حل کنه. باید ببینیم چند نفر از نمایندگان کشورهای عربی در مراسم تحلیف میان، این خیلی مهمه. از حاشیه خلیج فارس. وزیر، حالا اعتقادات مذهبیش به جای خودش، اما وزیر کارهای مهمتر یا اساسا چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ گیرم که بسیار مسلمان خوبی هم هست، گیرم که ببینید نهج البلاغه هم حتی حفظ این دولتی که تشکیل شده، چه خصوصیاتی باید داشته باشه برای رفع مشکلات مردم، همونطور که نسبت میدن به امام اول شیعیان و خلفای سه خلیفه دیگر صدر اسلام؟ ببینید واقعا اگر ما یه ذره منصفانه به قضایا نگاه بکنیم، حالا بدون اینکه بخوام قضایا اون زمان رو با این زمان با هم بررسی کنیم، چون اصلا قابل تطبیق با هم نیست، ولی حداقل این جمله حضرت علی رو میدونیم که اگر خلخالی رو از پای زن یهودی وقتی میزنن میگه من دیگه اصلا باید برم بمیرم من نب... خب این دستورالعمل ها رو اینا دیر سالی به ما گفتن نسب العینشون ایناست، بعد وقتی میان همشون دوست، همه سارق، همه گردن زن، بعد آدم میبینه که اینا همه دکون بود. یعنی اینا یک سالها، قرنها مردمان رو فریب دادن با جملات زیبا، با اشاره به نامه حضرت علی به مالک اشتر و نمونه های مختلف عدل خلیفه دوم و و و و بعد در عمل که سوار کار شدن، اون مال اخوان المسلمین مصر که دستورالعمل خلیفه دوم رعایت میکنن، این مال حکومت ولایت فقیه که دستورالعمل حضرت علی رو رعایت میکنن. اما یه نکته رو من بهتون بگم، آقای روحانی جمله ای گفت که بسیار اهانت آمیز بود، بسیار توهین به ملت بود و در این حال تحقیر کردن خودش و وزرایی که دارن براش کار میکنن. برگشت گفت من به مجلس میگویم این وزرا مطیع و منقاد رهبری هستن. نگفت مطیع و منقاد ملتن، نگفت این وزرا کارگزارانی هستن که باید آمال ملت رو تحقق بدن، یه نفر ازشون راضی باشه کافیه. مکرر ایشون در مجلس روی مسئله تاکید کرد که آقا از اینا راضی هستن. خب وقتی ببینید رئیس جمهوری میاد این حرف رو میزنه،
شما چه انتظاری از اون نماینده از خود اون وزیره دارید؟ آقای نجفی که من متاسفم از رد شدنش، چون اگر یه وزیر لایق در کابینه بود او بود، یعنی نسبت به بقیه البته بله دارم در مقایسه میگم. آقای نجفی اتهامش این بود که در جریان جنبش سبز به اندازه کافی فتنه رو محکوم نکرده، بعد آقا پاشده رفته خونه کشته شدگان. یعنی اگه ایشون رفته خونه ندا آقا سلطان مثلا، حالا اونجا که نرفته، خونه محسن آقا رفته، یا رفته خونه یکی دیگه که استمالت بکنه از یه پدر و مادری که فرزندشونو رژیم کشته، این جنایت بزرگه و حق وزارت نداره. بنابراین شما وقتی اینو نگاه میکنید، وقت میخوای چی بگی؟ چه انتظاری میشه داشت؟ به اتفاق شما به واشنگتن میریم، سلام میگیم به آقای سازگارا. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای چالنگی، آقای دکتر نوری‌زاده عزیز و همه بینندگان گرامی. وزرا همه مطیع و منقاد رهبری هستن، دولتی که تشکیل شده رو چطور ارزیابی میکنید آقای سازگارا؟ ببینید، در جریان بحثای رأی اعتماد و نتیجه نهایی، به نظر من دو سه نکته خیلی خیلی خوب خودش رو نشون داد. نکته اول این که جنبش سبز با تمام سنگینی و هیمنش وسط سیاست ایران حضور داره، علارغم این که آقای خامنه‌ای تصور میکرد که سرکوب کرده و از ذهنها هم حتی پاک میکنه، نشون داد بیش از هر چیزی دغدغه فکری خود ایشون و همه کارگزاران حکومتش جنبش سبز. این اون نکته است که در روز اول بحث ها شمرده بودن بعضی دوستان 1600 مرتبه لفظ فتنه در مجلس که آقایون به جنبش سبز میگن تکرار شده بود. بنابراین نشون میده که وقتی عوامل نگهدارنده یک جنبش حضور داره، اصلا مهم نیست شما در خیابون سرکوبش بکنید. یعنی وقتی مطالبات مردم برای آزادی، دموکراسی، عدالت، زندگی مرفه سر جاش باقی مونده و حل نشده، جنبش هم زنده است. نکته دوم به نظر من این بود که در این روز ما شاهد صحنه های زشت و گاهی شرم‌آور مداهنه از آقای خامنه‌ای، به خصوص امثال آقای نجفی که من شخصا نمیتونم تأسفم رو ابراز نکنم از این که ایشون اینچنین در مجلس از رهبر به عرض شود مداهنه پرداخت، به چاپلوسی پرداخت، آخر هم رهبر نشون داد که کینه ورزیش با کسانی که در جنبش سبز بودن جاش باقیه و فراکسیون رهبران ولایت و فراکسیون اصولگراها آقای لاجانی و آقای حداد شب قبل از رأی گیری دستورالعمل از بیت گرفته بودند که به ایشون و وزیر علوم نباید رأی بدن. نکته سوم هم به نظر من این است که وزارت نفت، یعنی اونجایی که آقای خامنه‌ای امیدوار بتواند آدمی مثل زنگنه رو که به هر حال وزیر با تجربه و با سابقه ایش بفرسته و این افتضاحی که در وزارت نفت جبران کنه، و مهمترین نکته برای آقای خامنه‌ای این است که بتواند درآمد نفت رو دوباره برگردونه، جیبش رو پرپول کنه و به شرارتهاش در ایران و منطقه بتونه ادامه بده. تصورشون هم این است که با مسلط آقای ظریف، آقای زنگنه و آقای صالحی که رفته دوباره سازمان انرژی اتمی، بلکه مشکل رو حل بکنن، که من شخصا فکر نمی کنم این اتفاق بیفته. حالا بعدا میتونیم بحث کنیم. اما یک نکته آخری هم اضافه بکنم، یعنی اینی که نفت رضایت دادن
توی کشمکش های داخل حکومت هم از دست سپاهی ها تا حدی بیاد بیرون، حداقل در ظاهر. البته سپاهی ها از در میرن و از اسم شرکت های دیگه سعی میکنن بیان، ولی نفتی که تویولشون بوده وزیر غیر سپاهی به اونجا، یک دلیل دیگه هم داره و اون تحریم های جدیدی است که در مجلس نمایندگان امریکا تصویب شده، در مجلس سنا هم قرار است ماه سپتامبر تصویب شه. فصل اول این تحریم ها سپاه رو یک سازمان تروریستی میکنه. اگر تصویب بشه اون وقت سپاه و هر شرکت و هر فردی بهش وابسته باشه رفتار تروریستی در دنیا باش خواهد شد. این هم دلیل دیگری است که رضایت دادن به این که سپاهی ها فعلا حداقل از جلوی پرده برن. آقای نوریزاده عزیز، آقای هاشمی رفسنجانی مصاحبه داشته با مطالعات بین المللی فصلام است قطعا بله. نکاتی رو میگه جالب توجه هست که من میخواستم با آمریکا رابطه برقرار کنم نتونستم، من میخواستم با کشورهای دیگه با عربستان رابطه برقرار کنیم دوستانه بشیم نتونستم، این کارا رو میخواستم انجام بدم نتونستم، نگذاشتند. کسی مثل آقای هاشمی رفسنجانی در مقام ریاست جمهوری بوده و نتونسته یه کارهایی رو انجام بده، چه قبل از آقای خمینی و چه بعدن در مقامهای دیگه، چه باندها یا چه گروهها یا چه افراد دیگه هستن که قوی تر از آقای رفسنجانی که وقتی ایشون نتونه کارهایی انجام بده؟ ببینید آقای چالنگی، در زمان آقای خمینی مسئله جنگ مسئله اصلی کشور بود، اولویت جنگ بود و آقای مهندس موسوی یک مسئولیت برای خودش میدونست، پشت جبهه رو تأمین کنه، غذا و نان و گوشت مردم رو تأمین کنه، یه سطح استانداردی نگه داره و در عرصه سیاست خارجی ایران اصلا فعالیتی نداشت، یعنی آقای ولایتی مرتب سفر میکرد ولی هیچ دستاوردی نداشت. با این همه یک آقا بالا سری اونجا بود که وقتی تشر میزد همه سر جاشون میشستن. آقای خامنه ای که اومد همزمان به ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، در 4 سال اول آقای خامنه ای همراه بود و همدلی میکرد با آقای رفسنجانی، ولی به محض اینکه پایه های قدرتش رو محکم کرد، به محض اینکه اطلاعات رو بر کشور مسلط کرد، شروع کرد بازی در آوردن، استیضاح وزیر آقای رفسنجانی، بستن عرصه به او، جلوی کاراشو گرفتن، کار آقای خامنه ای بود. آقای خامنه ای از اون زمان تصمیم گرفت فقط خودش حکومت کنه، یعنی ببخشید 2 تن در دفترش بودن، محمدی گلپایگانی و اسخر حجازی، هر دو از معاونان وزارت اطلاعات، افراد سپاه و اطلاعات رو آورد بهشون قدرت داد. میز رو در نظر بگیرید، رو این میز 100 تا پونزه، آقای خامنه ای این پونزه رو کرد برای اینکه این میز در کنترلش باشه، بنابراین هیچ کدوم از اینا نتونستن رو میزی رو بکشن، برای اینکه باندهای قدرت درست شدن، همه وصل به دفتر رهبری، به خود آقای خامنه ای. و آقای خامنه ای در 8 سال دولت خاتمی خون به جگرش کرد، یعنی هر روز یه بحران، هر 9 روز یه بحران. احمدی نژاد که اومد گفت دیگه نوکر خانزاد اومده، ولی قدرت بد چیزیه. آقای احمدی نژاد هم 4 سال دوم شروع کرد قدرت نمایی، اینه که درگیری با احمدی نژاد شروع شد. من سرنوشت آقای روحانی رو بهتر از بقیه نمیبینم. همین الان مسئله انتقال پرونده مذاکرات به وزارت خارجه آقای خامنه ای وتو کرد. یعنی اینایی که آقای رفسنجانی میگه نتونستم، منظور آقای خامنه ای؟ 100% خامنه ای و سپاه. ببینید، یک مورد در مورد رفسنجانی، 2 مورد در واقع کاملا الان آشکار و بیان است، برای که من یادداشت‌های سعید امامی رو خوندم. آقای رفسنجانی در ماجرای قتل زنده‌ها دکتر بختیار، این اون قدرت بود، خامنه‌ای و تشکیلات بود که وقتی فهمیدن میتران داره میاد ایران این کار رو کردن، ولی بختیار عملا کارش متوقف شده بود، داشت میرفت کانادا. چرا اون زمان؟ یا مذاکرات با قاسملو رو
وقتی آقای سهرارودی و جعفری رفتن و کشتن زنده یاد دکتر قاسملو رو، برنامه ریزی بود برای اینکه این اتفاق نیفته. یعنی رفسنجانی ترش این بود با کردا کنار بیاد، بعد با بقیه بیاد آدم ها رو بکشونه. البته زرنگی میخواست بکنه، میخواست پایه‌های قدرت رو تثبیت کنه، ولی خامنه ای نذاشت. اینه که آدم وقتی یا موقعی که موشک برد آقای سعید امامی به بلژیک که به مقر مجاهدین بزنه، وقتی که خب اینو فهمیدن سعید امامی برکنار شد از معاونه، بعد به مشاورت وزیر رسید. منظورم اینه که این اتفاق افتاد. درسته، واقعا اونایی که داره میگه راست میگه، در این مورد راست. چرا اون موقع نگفت؟ همون موقع خب بیاد بگه آقا جان قدرت دیگه، قربونت برم، قدرت، ماشین فلان، ساختمون کاخ مرمر، بالاخره این چیزا قدرت دیگه. قدرت، یعنی این قدرت ما منظورتون نیست، ایشون مادی شده. قدرت عزیز ما که در مرخصیه و بسیار نازنین و همکار گرامی ما، هر جا در مرخصی و امیدوارم خوش بگذره به ایشون. به اتفاق آقای نوریزاده عزیز به واشنگتن. ببین صحبت‌های آقای رفسنجانی قطعا در جریان هستی. حالا آقای نوریزاده میگن که این حرفاشون درسته، رفسنجانی متهم است به بسیاری کارهای دیگه، امیدوارم یه روزی هم در اون زمینه‌ها بیا توضیح بده، توضیحای واقعا صادقانه روشن، از جمله حیف و میل از کنم که توسط باندهای مربوط به ایشون میگن انجام شد. اما وقتی که یک آدمی مثل رفسنجانی میگه من میخواستم این کارها رو انجام بدم اما نتوانستم، چه چیزی الان تغییر کرده که همون کارا، از جمله حل مسئله با غرب رو، آقای روحانی بتونه انجام بده اگر بخواد، یا مسئله از این؟ ببینید آقای رفسنجانی در واقع دو بار تصمیم گرفت که با امریکا رابطه رو عادی بکنه. یک بار در زمان حیات آقای خمینی بود که بسیار هم پیش رفتند و نهایت این شد که آقای مکفارلین مشاور امنیت ملی امریکا با اون داستان کلت و کیک و انجیل به تهران اصلا رفت و مذاکرات قرار داشت میرسید به جایی که در بالاترین سطوح به نتیجه برسه. اون بار کسی که این ماجرا رو به هم زد از مسئله مهدی هاشمی، داماد آقای منتظری شروع شد و با نهایتا آقای منتظری بود که پیش آقای خمینی رفت و گفت من در جریان نیستم، این چه بساطیه، چه کاریست، و آقای خمینی با آقای رفسنجانی گفت که این رو تمومش کن وگرنه من میرم به مردم میگم. که اگر خاطرتون هم باشه آقای رفسنجانی یک صحبت خیلی آشفته ای رو جلوی صحن مجلس کرد و اصلا گفت امریکایی ها کلک بخواستن بزنن و در واقع ماجرا به هم خورد. من اتفاقا در واشنگتن آقای مکفارلین رو یک بار در حاشیه یک جلسه دیدم، ازش پرسیدم، گفتم تو چه حالی داشتی وقتی رفتی تهران و فکر همه قول و قرارها رو گذاشته بودن در تهران، گفتن که ماجرا به هم خورده و دست از پا دراستر برگشتی امریکا. گفت راستشو بگم پیش خودم فکر کردم این ایرانی ها میگن امریکایی ها عجب آدم های احمقی هستن که حرف ما رو باور میکنن و گوش میکنن. به هر حال اون ماجرا در امریکا هم به درازا کشید، به کمیسیون تاور در سنا منجر شد و سرهنگ الیور نورث زیر سوال رفت، خودکشی کردش و ده ها مسئله‌ای که در حاشیه‌اش بود گزارش مفصلی هم گزارش تابر منتشر شد. یک بار هم وقتی آقای رفسنجانی رئیس جمهور شد، من شخصا خودم از ایشون شنیدم، من رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای بار دوم بودم و جنگ تمام شده بود، آقای خمینی فوت کرده بود و آقای رفسنجانی مثلا دو هفته مونده بود رئیس جمهور شه، یه ملاقاتی با ایشون داشتم، توضیح دادم که آقا صنعت کشور اینجور باید بازسازی بشه و از لوازم بازسازیش هم ببخشید و از لوازم بازسازیش هم رابطه با امریکاست و رابطه با دنیاست، نه امریکا به تنهایی مسئله حل بشه. من خاطرم از آقای رفسنجانی با خیلی خیلی قاطعیت، یعنی خیلی اعتماد به نفس گفتش که من با همون
شجاعتی که رفتم مسکو، یه سال قبلش رفته بود مسکو. بله قبل از انتخاباتش البته رفته بود. بله یک سال قبل اون موقع که من صحبت کردم دو هفته مونده بود انتخابات بشه، ولی همه میدونستن رئیس جمهور میشه و گفت من با همون شجاعتی که رفتم مسکو، یک سال قبلش رفته بود، وقتی که رئیس جمهور بشم میرم واشنگتن و این مشکل رو حل میکنم. البته بحثای دیگه ای هم داشتیم. من یک سال بعد که ایشون رو مجددن دیدم ازشون پرسیدم، گفتم آقای رفسنجانی چرا نکردین شما این کارو؟ دل به اصطلاح پردردی داشت، صحبت کرد از محظوراتی که هست و البته خیلی صریح نگفت، ولی مطلبی که آقای نوریزاده الان فرمودن و تقریبا ایشون شخصا هم گفت که مقام رهبری خلاصه موافق نیست و مسائلی که هست. ببینید در ایران یک جنگل قدرت به قول کورت والتاین در خاطراتش می‌نویسه هست که به خصوص تو این مسئله رابطه با آمریکا، هر کس که تو این 32 ساله خواسته این مشکل رو حل کنه یکی دیگه صندلی رو از زیر پاش کشیده و با تصور این که اگه یک کسی بره این رابطه رو درست بکنه دیگری مثلا کلاهش پس معرکه میمونه. بنابراین این کشمکش ها در درون حکومت باعث شده که حتی آدم مثل رفسنجانی در اختیار در پستی مثل ریاست جمهوری. حالا پرسش من این بوده های سازگار اگه مختصر بگین که پرسش اینه که چه چیزایی آیا تغییر کرده که آقای روحانی اگر بخواد این مسائل حل بکنه بتونه، یا به عبارت دیگه آیا رهبری الان ممکن سیاست رهبری جمهوری اسلامی منظورم است سیاستش تغییر کرده باشه که بخواد حالا دست روحانی رو باز بذاره برای که همین مسائل حل بکنه؟ خیلی کوتاه بفرمایید ممنون میشم. مهمترین چیزی که آقای چالنگی تغییر کرده شکست مفتضحانه شخص آقای خامنه‌ای و دولتش، یعنی دولت احمدی نژاد، که در کشوری که فاجعه خلق کرده، یه فاجعه تموم عیار و بحث تحریم هاست که به خصوص با لایحه جدید کنگره با مسئله درآمد نفت ایران رو به صفر میرسونه و فشاری رو کاردی رو بیخ گلوی شخص آقای خامنه‌ای میگذاره این لایحه جدید که او رو در رأس ناقضین حقوق بشر قرار میده. به همین دلیل تصورشون این است که به هر قیمت باید مشکل رو حل کنن. برای این به هر قیمت الان پشت پرده در ایران کشمکش بزرگی در جریانه. آقای روحانی طالب این است که پرونده هسته‌ای به وزارت خارجه منتقل بشه. آقای ظریف مطرح کرده که یک سال به من وقت بدید اختیار داشته باشم. آقای زنگنه هم به ایشون بپیونده، از لابی‌های نفتی هم در امریکا استفاده کنن به اضافه لابی‌هایی که خود آقای ظریف داره و مسئله رو به خصوص در مذاکرات دو جانبه حل کنن. همین الان که صحبت می‌کنیم تا اونجا که من شنیدم سوئدی‌ها دارن واسطگی می‌کنن، یک کسی هم از سوئدی‌ها در تهرانه و با آقای ظریف که از سازمان ملل آشنا بودن دارن سعی میکنن رابطه بین ایران و امریکا درست بکنن که در نهایت پنج به اضافه یک رو هم درست کنن. آقای ولایتی هم اگر خاطرتون باشه به دو سه روز پیش ایشون عنوان کرد که ما با تک تک اعضای پنج به اضافه یک باید صحبت بکنیم. بقیه شون حرف اصل ماجرا آقای ولایتی هم داره اینو میگه که گوش به خصوص هوادارانشون رو پر کنن از اینکه با آمریکا میخوان بشینن صحبت کنن. اساسا اینکه از دلایلی که آقای رفسنجانی هم این رو میگه این نیست که به اصطلاح یه قرمقرمی دارن میکنن که یه مرتبه به خصوص طرفدارای جمهوری اسلامی یهو شوک نشن ببینن بعد 33 سال دعوا با آمریکایی‌ها نشستن.
آقای نوزد بزنید برخلاف روال همیشگیمون این بار از یک خبر ادبی شروع کنیم. خانم آلیس مونرو نویسنده کانادایی برنده جایزه نوبل شد. اولین قصهش هم ابعاد سایه ها بود و الان هم دولت آقای روحانی اومده با ادعای این که میخواد دست به کارهایی بزنه، ولی همچنان ما میبینیم نویسندگان ایرانی، بانوان ایرانی، خانم بهباری، بقیه آثارشون آزادانه منتشر نمیشه، منیرو روانی پور و بقیه، وقت اون نرسیده که اگر میخوان حسنیت داشته باشن، آزادی بیان، آزادی انتشار. اولا من اجازه بدید اینجا به سیمین بانوی نازنین مادر ایران به حق بگویم جایزه ادبی نوبل حق او بود و زیباتر از شعرهای او فکر میکنم در جهان کسی عشق، وطن، خاک، زن، فرزند، معشوق رو توصیف کرده باشه. آلیس مونرو رو من خیلی دوست دارم، داستانای کوتاهش یه زمانی اگه یادتون باشه اون سالهایی که مرتب توی ادبیات خارجی بودیم بنده شما و دیگران، آلیس مونرو از کسانی بود که مرتب ما داستانای کوتاهش رو دوست داشتیم و میخوندیم، ترجمه های خوبی هم شده بود در کاراش، ولی سیمین یه جایگاه ملی برای ما داره و من فکر میکنم اگه آقای روحانی واقعا میخواست کار بزرگ کنه پا میشد میرفت دیدن سیمین بهبانی وقتی در بیمارستان بود، نشون بده برای این بانو چقدر ارزش قائله. زنی که روزی که اویز آزاد شد، حمید آزاد شد، اون شعر حماسی رو گفت که تو جبهه بچه‌ها میخوندن. آزادی مطبوعات و آزادی اظهار نظر و آزادی اندیشه و کتاب و عقیده چنان در کشور ما مصادره شده که آقای علی جنتی وزیر ارشاد میگوید در زمان احمدی نژاد قرآن رو هم میدادن به دست ممیزا به جرم اینکه مطالب غیر اخلاقی داره سانسورش میکردن، طبیعتا حتما قصه یوسف رو سانسور میکردن و انواع اقسام. اینو خود آقای جنتی اقرار میکنه و در این حال آقای جنتی میدونه چه مأموریت سنگینی داره، چون شما از یه طرف ولی فقیه رو دارید که با آقای مهاجرانی درگیر شد به خاطر داستان مدار صفر درجه، برگشت با آقای مهاجرانی، یعنی پیغام داده بودن که این قصه ضد جنگه و آقای مهاجرانی گفته بود مگه همه ما ضد جنگ نیستیم، این جمله اون زمان خیلی معروف شد در اون کلام ایشون به تلویحا نوشت. آقای خامنه‌ای قصه احمد محمود رو بر نمیتابه و در نتیجه اون بقیه هم تکلیفشون معلومه، اسم منیرو روانی پور فرستاد، این استعداد درخشان چرا در این سالها نباید یه دونه مطلب ازش؟ قصه نویسی دیگه، داستان نویسی، منصور اوجی یه شعرش سبب توقیف شدن بخارا میشه. منظورم اینه، من اعتقادم بر اینه که ما احتیاج واقعا آقای چالنگی به یه انقلاب در این عرصه داریم. شنیدم روزنامه نشاط در میاد، محمود شمس الوایزین و دوستانش برمیگردن، این خبر خوشیه، خوشحالم. شنیدم یه مقدار به ناشرا گفتن خودشون یه رعایت هایی رو بکنن، دیگه لازم نی کتابو قبلا بفرستن یا بعد از چاپ بیان و بعد توقیف بشه، میتونن با هماهنگ. البته آقای جنتی حرفای زد منو ناامید کرد، ایشون برگشت گفت مگه میشه ما هر کتابی رو چاپ بکنیم بدیم دست مردم اخلاقشون رو فاسد کنیم؟ شما مگه آخه به چه مناسبت تمام رژیم های فاشیست میگن ما این کتابا رو نمیدیم چون مردممون رو دوست داریم؟ بشار اسد هم میگه من کتاب نمیدم مردمم دوست دارم. هیتلر هم کتاب نمیداد که مردمش رو دوست داشت. بنابراین شما باید مفهوم و تعبیر شما برای آزادی همخوان با آن چی باشه که در جامعه در جامعه پیشرفته و متمدن و دموکرات پذیرا شده. باید منتظر بود شنیدن کی بود، مانند دیدن امیدواریم ببینیم. در ایران آقای محسن سازگارا سلام به شما. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده عزیز و همه بینندگان گرامی. این پرسش ممکنه پرسش یکی از بینندگان ما در کازرون باشه یا یک هموطن دیگه ما در نیشابور یا یک گوشه دیگه ایران که هراس یا نگرانی حکومت ایران از انتشار آزاد اندیشه و فکر چی هست؟ بیننده ای که معتقد مسلمان هم هست، معتقد است که لا اکراه فی الدین و همه اقوار رو باید شنید، بهترین رو دنبال کرد، یه همچین اعتقادی هم داره. هراس واقعا از چی هست؟
بله منم اجازه میخوام حالا که ذکر جمیل سیمین بهبهانی رفت، این شاعره توانا، شعر زلال و صاف و چون چشم ساران روان سیمین رو یاد بکنه آدم. و واقعا این که بسیاری از نویسندگان ما چه زن و چه مرد به دلیل این گسیختگی ارتباط ما با دنیا و طبیعتاً عدم ترجمه آثارشون به زبانهای دیگه و ناشناخته ماندنشون در دنیا از این جوایز معتبر بین‌المللی مثل نوبل محروم شدن، و اگر نه امثال شاملو، بهبهانی، بسیاری از داستان نویسان شعرهای ما هیچ کمی از برندگان جایزه نوبل این سالیان و سالیان قبل نداشتند و ندارند. ببینید آقای چالنگی، من فکر میکنم یک مطلبی رو آقای جنتی در پاسخ اون 215 نویسنده مترجم و اهل فرهنگی که نامه امضا کردند گفتند ما آماده ایم که مسئولیت کارمون رو خودمون بپذیریم، ممیزی و سانسور کردن قبل از انتشار رو بردارید، هر کس شکایتی داشت ما خودمون در دادگاه پاسخ خواهیم داد، بتوانیم بدون سانسور آرایمون رو منتشر کنیم. ایشون در پاسخ البته اشاره کرد که شورای انقلاب فرهنگی مصوباتی داره، مجلس مصوباتی داره، ولی یک جمله‌ای گفت که به نظر من کاملا از اون میشه پاسخ سوال دقیق شما رو در آورد. ایشون گفتش که مگه میشه هم که دکتر نوروزاده اشاره کردن اجازه داد که کتاب‌هایی بیاد مسموم و افکار کتاب‌هایی بیاد و افکار مخاطبان رو در جامعه مسموم کنه. ببینید تمام ماجرا آقای چالنگی اینجاست، یعنی آقای جنتی وزیر ارشاد داره از تفکری تغذیه میکنه که خودش رو قیم مردم میدونه، معتقده که یه گروهی، یه کسانی باید به جای مردم بشینند، تصمیم بگیرند که چی برای مردم خوبه، چی بده، و به جای مردم برای فکرشون، لباسشون، رفتارشون، اطوارشون تصمیم گیری کنن. این درست برعکس روح دنیای جدیده. دنیای جدید از وقتی خلق شد، مدرنیته از وقتی پا گرفت که بشر، انسان، به ماهو و انسان، همین موجودی که روی دو پایش راه میره و حرف میزنه، این موجود حقوقی پیدا کرد که هیچ کس نمیتونه از او سلب کنه، از جمله حق آزادی اندیشه و آزادی بیان اندیشش و آزادی اینکه بتواند اون رو به دیگران منتقل کنه. این تمام ماجراست. آقای خامنه‌ای به خصوص از این جهت روی دست خیلی از دیکتاتورای اینجوری تو دنیا اومده، شاید به نوعی نوبرشه واقعا در بین امثال خودش در دنیا، امثال استالین و هیتلر و صدام و غیره. ایشون خیلی خودش رو اهل فرهنگ و ادب و هنر هم میداند و معتقده که او باید به جای مردم نه فقط تصمیم بگیره مردم چی تماشا کنن، چی بخونن، چی کار بکنن، بلکه حتی هر دگر اندیشی رو، هر کس مثل ایشون فکرم نمی کنه، حق داره که دستبند بزنه به اسم تئوری مسخره‌ای که ساخته، تهاجم فرهنگی، بگیره بکنه زندان، غافل از این که 4000 سال یا 8000 سال تمدن و فرهنگ بشر با تبادل شکل گرفته اصلا. این بزرگترین خیانتی است که شاید به ملت ایران کرده ایشون، به اسم این تهاجم فرهنگی سعی کرده ملت و جوان ما رو ایزوله بکنه و منفرد از دنیا بگیره. اجازه بدید من این یه آیه قرآن رو هم استناد بکنم، شما به لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی استناد کردید، من در وصف فرعون ذل اوتاد، قرآن وقتی میخواد بگه میگه فرعون میگفت انا ربکم الاعلی، من خدای پرورش دهنده شما ها هستم. فرعون هم عقلش میرسید، نمیگه من خالق شما، برای اینکه مشتش وا میشد خب چیزی نمیتونست خلق کنه، اما میگه من صاحب اختیارتونم، اختیارات شما دست منه، من به جای شما تصمیم میگیرم.
این عیناً وصف فرعونه که خب آقای خامنه‌ای هم فرعون مملکت ما شده در قرن 21 البته. بله در سال 2013 میلادی. آقای نوری‌زاده واکنش ها رو میبینیم امروز در نماز جمعه تهران، میبینیم که شعارهای مرگ بر آمریکا سر داده میشه، همون روال قدیمی آقای صفار هرندی صحبت کرده، آقای احمد خاتمی صحبت کرده و در جاهای دیگه واکنش ها نسبت به نقل قول آقای رفسنجانی همه اینا هست، ظاهرا خط مخالفت با عادی سازی روابط بین تهران و واشنگتن داره پررنگ تر میشه، چون این نیست یا هست؟ نه ببینید، من این رو نشانه دیگری از نفاق جمهوری اسلامی میدونم. یعنی در واقع جمهوری اسلامی وقتی آقای روحانی رفت به آمریکا کاملا آشکار بود، آقای خامنه ای دعای خیر رو در گوشش خونده و بهش گفته گوهه برو جلو و صحبت کن و شر این تحریم ها رو از سر ما بردار. یعنی آقای خامنه ای میدونه، یه وقت در جنبش سبز در 1388 مبنا و محور جنبش و قیام مردم مبنا و محور سیاسی بود، به همین دلیل عمومیت به اون معنا نداشت و رژیم سرکوبش کرد. ولی در برابر یک شورش گرسنگان آقای خامنه‌ای میدونه که خیلی ضعیفه، خیلی ضربه پذیره و کشور داره به اون نقطه میره، به سوی اون نقطه‌ای که دیگه اون وقت شمال و جنوب خطش تفکیک بشه و بیان سنگگ هزار تومنی مردم به خیابون بیاره. اینه که به روحانی گفت برو آقا جلو، روحانی گفت من میرم حلش میکنم، گفت برو. حالا آقای صفار هرندی، آقای احمد خاتمی، مشاور آقای روحانی بیان بگن مرگ بر آمریکا پیلار و ستون و پایه جمهوری ولایت فقیه، اینا همه برای دکون داخلیه، همه برای اینه که اون چهار تا بسیجی بیچاره که فریب این شعارو خوردن مطمئنشون کنن که هیچ اتفاقی نمیفته. اصل قضیه اینه که اینا میخوان به هر قیمتی شده با آمریکا کنار بیان، به هر قیمتی شده تحریم ها تخفیف پیدا کنه. امروز هم میبینیم نشانه های از اون طرف هم هست که مسلم از جانب اینا وعده وعیدهای خیلی چرب و نرم و پرحجمی دریافت کردن که اینا آمادگی دارن از غنی‌سازی 20% بگذرن، به الحاقی بپیوندن، درهای پارچین و اون جاهای دیگر رو باز کنن، فردو رو تعطیلش کنن، اینا همه رو آمادگیش رو دارن چون گزیریش رو زین ندارن. برای اینکه واقعا امروز من خبر رو که میخوندم که 500 هزار میلیارد تومن احمدی نژاد پول چاپیده ریخته تو بازار، شما فکر کنید این اقتصاد بیمار، اگر دکتر سازگار اون دفعه اشاره کرد اگر تحریمی که الان بحثش در کنگره هست عملی بشه، عملا این 950,000 بشکرن نمیتونن صادر کنن. پس همه این شعارها رو باید بذاریم جزو اون که یک رژیمی منافق است، به افراد خودی خودش دروغ میگه، به جهان دروغ میگه، الان هم مچش رو گرفتن، چاره ای نداره جز اینکه این مسئله رو حل بکنه تا مردم گرسنه فریاد نزن. آقای سازگار، این شعارها یا این حرفها جنبه داخلی داره، حرف آقای نوری‌زاده است چنینه واقعا، یا اینکه بالاخره همین شعارها بوده تا این 34 ساله به همین شکل بوده، آیا میشه اعتماد کرد که فقط جنبه ظاهری داره و بالاخره همون مسیر گذشته رو دیگه ادامه نخواهد داد؟ والا دو جور میشه روش تفسیر گذاشت. یکی اینکه فکر کنیم آقای خامنه‌ای همجور که آقای دکتر نوری‌زاده میگن در واقع کاملا بر اساس درویی یک بازی ظریفی رو انجام میده، از یک طرف به روحانی میگه برو جلو مسئله رو حل کن، ولی از اون طرف پاره عواملش رو وادار میکنه که باز حرفای تند بزنن، مرگ بر آمریکا بگن که لشکر پشت سرش پراکنده نشن. یک نوع دوم هم میشه نگاه کرد و اون این است که توی این جنگل قدرت ایران خیلی این عوامل به فرمان آقای خامنه‌ای هم نیستن. فرض کنید در مدرسه معصومیه قم که در واقع مدرسه علمیه نیست،
پادگان بسیج و یک عده چماخکش فقط توش هستن، اومدن کمیته براءت از مشرکین درست کردن، پرچم آمریکا آتیش زدن و این طلابی که در این سالیان تربیت کردن، که در واقع بی تربیت کردن، برای اینکه هر کس حرفی بزنه تو قم یک کلمه بگه بالای چشم آقای خامنه ای ابروه بریزن روزگارش رو سیاه کنن اون روحانی رو یا اون مدرس حوزه رو، اینا خب الان ممکنم هست خیلی آسین سرخود شده باشن و خیلی به فرمان آقای خامنه ای نباشن. به هر حال این روزها کشمکش کاملا دیده میشه، در کشور هست و جالبه که آدمهایی که خیلی نزدیکن به آقای خامنه ای، آقای سعیدی در سپاه نماینده آقای خامنه ای و ایشون یک انقلتی میذاره و میگه که مرگ بر آمریکایی که نقل قول شفاهی آقای رفسنجانی قبول نیست، باید کتبی باشه. البته ایشون یادش رفته که خود آقای خامنه ای با یه نقل قول شفاهی همینجوری رهبر شده. به هر حال من فکر میکنم آقای چالنگی، آقای روحانی توی مصاحبه روز سه‌شنبه گفتش که به دو تا سازمان نظرسنجی گفته که راجع به رابطه با آمریکا از مردم نظرسنجی بکنن. روزنامه اعتماد حالا یا سهواً یا عمدن این صحبت رو تو تیترش کرد که رابطه با آمریکا همه پرسی بشه، شاید هم زیرکانه اینو انداخت وسط. من فکر میکنم این خیلی اتفاقاً گزینه خوبی است، میتونن به همه پرسی مردم بگذارن. آقای خامنه ای البته طبق قانون اساسی بعد همه پرسی رو امضا کنه، ولی اینی که مملکت ما بعد از 34 سال آیا میخواد با آمریکا رابطه داشته باشه یا نداشته باشه، به جای این هوب و جنجال و عربده کشی میشه گذاشت صندوق گذاشت از مردم پرسید که آقا آی ملت میخواین با آمریکا رابطه بگیرید یا حتی با اسرائیل یا نه. بله این نظر هست و این پیشنهادی است آقای نوری‌زاده، این بهترین راه حل نیست؟ کاملا به اعتقاد من، چون اینا دائم مدعیان که ملت ما هستن که نمیخوان رابطه با امریکا برقرار کنن. خیلی جالب بود امروز برای من مشاهده مصاحبه آقای نتانیاهو با خبرنگار بی بی سی فارسی که من یه بخشش رو در بی بی سی دیدم. جالب این بود خبرنگار بی بی سی برگشت گفتش که ملت ایران میگوید که اسرائیل چرا بمب اتمی داره، اون شایستگی اون رو نداره از ما سوال بکنه چرا دنبال سلاح هسته‌ای هستیم. این خیلی برای من جالب بود که ایشون به نمایندگی از ملت ایران صحبت کرد، چون تصور من این است که ملت ایران هرگز دنبال بمب اتمی نبوده و عدم دنبال کردن پروژه اتمی از جانب ملت ایران میگویم به دلیل این نیست که حالا سوال بکنن چرا اسرائیل داره. یه توجیه خیلی منطقی، البته آقای نتانیاهو یه حرفی زد که ما هیچ وقت هیچ دولتی رو تهدید به نابودی نکردیم، ولی صبح تا شب داره در ایران بحث نابودی اسرائیل مطرح میشه و در این حال بدون اینکه سیاست‌های غلط اسرائیل رو من بخوام توجیه کنم که بسیار هم سیاست‌های پر انتقادی است به خاطر رفتاری که با فلسطینی‌های منطقی و اصولگرا مثل آقای ابو مازن دارن که بهترین شریک صلحشونه، اما اسرائیل اگه سلاح هسته‌ای داره برای اینکه خب اگر در جنگ 67 نداشت یا 73 نداشت ممکن بود نابود بشه، یعنی عده‌ای کشورهایی بودن که میخوان اسرائیل رو نابود کنن، ولی ایران کسی نمیخواد نابود کنه. بنابراین این سوال به نظر من خیلی سوال عجیب بود. حالا برگردم سر همه پرسی، به طور طبیعی همه پرسی برای اینکه ملت ایران با امریکا رابطه برقرار کنه یا نکنه باید انجام بشه و خیلی هم مهمه. نمونه هایی از این همه پرسی رو ما دیدیم وقتی که ملت ایران اونجور در برابر اون فاجعه بزرگ 9/11 آمد به خیابان و با مردم آمریکا همدردی کرد. حضور میلیون ها ایرانی در امریکا، علاقه که مردم به نوع زندگی آمریکایی دارن، سینما، فرهنگ، موسیقی، همه چی، یعنی این رفت و آمد ها نشون دهنده اینه که ما دشمنی با امریکا نداریم. تا
کما که امریکایی‌ها با ما دشمنی ندارن. حتی در اوج گروگانگیری ما ندیدیم امریکایی‌ها دشمنی با ما بکنن، مجسمه آقای خمینی رو آتیش بزنن یا پرچم ایران رو. این جمهوری اسلامی بوده که مرگ بر آمریکا رو کرده شیشه حیات خودش. سپاسگزار هستیم آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده لندن، با سپاس بسیار، و سپاس از شما آقای دکتر محسن سازگارای گرامی در واشنگتن. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، الوند و آسماری و تابشان بر فلات ایران زمین، نام دکتر شاپور بختیار برده شد با این شعار همیشگی او که ایران هرگز نخواهد.